اسد بیگی یا گرم ساری هن. پدر امید اسد بیگی احسان الله اسد بیگی با خواهر اسحاق جهانگیری ازدواج کرده حاصل این گل پسر و بستگان دیگر که تو بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پستای مدیریتی دارند. یعنی تو دو مرکز مالی که از فاسدترین مراکز پولی نظام مقدسن سمیرا اسد بیگی طبق این سند به عنوان نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان و سرمایه گذار ممتاز در شرکت تأمین سرمایه نوین و صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان و بقیه بورس بازای مافیای حاکم حضور دارد. به عنوان سرمایه گذار کدوم سرمایه گذار ممتاز صندوق ذخیره فرهنگیان 16 هزار میلیارد تومن بدهکاره رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اجتماعی مجلس میگوید مدیریت خانوادگی حاکم بر صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه باعث چپاول و غارت اموال فرهنگیان شد متاسفانه در جریان این اختلاس بزرگ مبلغ 16 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان مظلوم به غارت رفته است که این حق باید به آنها اعاده شود بشین تا بیاد چی اعاده شود این مدیریت خانوادگی اول مال خانواده شهاب الدین قندالی بود خودش و زنش و پسر همسرش پسر زنش پسر از خودش نبود اینا یه مافیایی درست کرده بودن اونجا و گرفتنشون هم بعدم من نمیدونم واقعا چیکارشون کردن اون قندالی ها رو مال اون دوره بود حالا دو نفر از خانواده اسد بیگی یکی تو صندوق ذخیره فرهنگیان که همین خانم سمیرا اسد بیگی باشه و یکی هم تو بانک سرمایه که خانم قزال اسد بیگی شدن مدیر همه کاره به سفارش کی کی پشت اینه به سفارش از الله اسکر اولادی یکی از پولدارترین سرمایه‌دارای ایران اسدالله اسکر اولادی صادرات خوشکبار ایران رو در انحصار خودش داره یعنی سلطان خوشکبار ایشونن عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از اول انقلاب تالا و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین داداشش که از پایگزارای معتلفه بود حبیب الله از گرولادی میدونید دیگه سال 92 مرد شون البته حالا حالشون خوبه اسد بیگی ها تو بانک سرمایه مافیایی را انداختن که بتونن هم خودشون از خانه یغما بهرمند بشن هم دوروبریاشون قزال اسد بیگی به عنوان رئیس اداره امور کارکنان بانک سرمایه ببینید این عکس قزال اسد بیگی و پریسا امین کاظمی است غزال اسد بیگی دست چپی است من نمیدونم دست چپ و راست شما چجوری جوری به هر حال بگم دست چپی است هم جفتشون هم یه جور پوششه یه جوره دارن به هر حال حالا این خانم پریسا امین کاظمی مسئول امور رفاهی بانک سرمایه هستند و خانم غزال اسد بیگی مسئول اداره امور کارکنان بانک سرمایه ایشون هر طور خواسته برای هر کس خواسته حقوق زده مسئول امور اداره کارکنان و تا جایی که حتی یکیشو مجبور میشه پس بگیره یا لاقل نامه میزنه که باید خانم پس بدین به یک کارمندا وقتی بعد از پرداخت مافوقش مخالفت میکنه میگه این پولو برای چی همینجوری دادی؟ کی بوده این خانوم مگه؟ مبلغش چقدر بوده که پس میگیرن؟ حالا میگم خودشون چقدر میگیرن ولی اینو ببینین سرکار خانم فلان مبلغ 47 میلیون و 350 هزار تا بوده کلش بابت اضافه کاری بیش از حد مجاز اینجوری که نوشته تو این نامه با امضای خانم اسدبیگی بیگی اسدبیگی بیگی و پرداخت برای مرخصی بعد از زایمان خب به یک از کارمندان داده بودن آقای قباد بهادری نژاد معاون بانکی مدیر عامل بانک سرمایه و آقای محسن ملکی مدیر منابع این چقدر مدیر داره اینا این پستی که ایجاد میکنه با آقای محسن ملکی مدیر منابع انسانی بانک سرمایه به قزال خانون میگن نه این پس بگیر برو نامه بده بهش که باید پولو در موعد مقرر پس بده یه نکته اول اینجا هست خانوم قزال اسد بیگی میتونه بدون مشورت با بدون اجازه که چه ارز کنم بدون مشورت با موافقش در بانک سرمایه حقوق بزنه اضافه کار بزنه دیدین دیگه مثلا نزدیک اینکه پنجا میلیون تومن به یکی بده همین چیزی حالا درست یا غلطش من کاری ندارم اون آدم کاری ندارم که اینو گرفته و قرار پس بده و اینا. خب ولی این قدرت و خانوم قضال اسد بگی از کجا آورده که مسئول امور کارکنان بانک سرمایه است یعنی میتونه حتی در قیاب اجازه یا مشورت مسئول امور مالی بانک سرمایه برکی بخواد چک امضا کنه نامه بده بده بر ها بعد البته مسئول امور مالی وقتی میفهمه میاد میگه نه حالا بقیه رو حتما نفهمید اینو فهمیده میگه پس بده ببینید و ممکن آدمم دلش بسوزه بگه چه بیرحمیه واقعا تو حساب کتاب در این بانک دولتی واقعا آدم یاد قصه علی و برادرش عقیل میفته که عدل علی داره اجرا میشه خودشون اینا چقدر حقوق و مزایا از این برون بر اون بر میگیرن همین آقای محسن ملکی که اعتراض کرده گفته پس بدین آقای محسن ملکی برای فقط سه ماه برای فقط سه ماه 91 میلیون و 265 هزار تومن فقط برای سه ماه بالای یک میلیون تومن میگیره چی کار است؟ مسئول امور منابع انسانی بانک سرمایه همون که اعتراض کرده او برمون میلیون و چلا میلیون رو پس بگیر بابا برای سه ماه نوید میلیون تومن میگیره همترازش که همین قضال اسد بگی مسئول عمر کارکنان بانک سرمایه برای سه ماه بالای 90 میلیون تومن برای خودشون میزنن بعد واسه رد گم کردن چلا میلیونی که واسه اضافه کاری و زایمان به یکی دادن پس میگیرن مبادا کار غیر اسلامی و غیر شرعی کرده باشن. قزال اسد بیگی تو پرونده اختلاس از بانک سرمایه هم بود ولی آقای بهرام درویش حاج بهرام درویش واسه درست کرد بهرام درویش که قاضی بازنشسته که الان مدیر کل حقوقی وزارت دادگستری است و رئیس کل اداره حقوقی بانک سرمایه تعقیب کیفری قزال اسد بیگی رو از طریق رابطه آشتو قوه قضاییه تبدیل کرد به قرار منع تعقیب